یکی از وقایع و اتفاقاتی که اخیرا در واقع رخ داده در سوریه و در سرزمین شام و در واقع از سوی مجامع حالا علما و رابطت علماء المسلمین و علماء شام و لبنان و در واقع مجامع علمی اهل سنت و جماعت و امت اسلامی هم مورد در واقع اون رو شدیدن محکوم دونستند و در واقع اون رو عملی که در حقیقت اصلا سابقه نداشته در امت یعنی اینکه یک گروه بیان و بخوان که قبر بزرگان این امت رو شخصیت های مطرح این امت شخصیت هایی که خدمت به این امت کردن در واقع و جز ناماوران هستن جزو شخصیت های ترازول امت اسلامی هستن بخواد به خودش این جرعت رو بده و بیاد قبر نبشه قبر بکنه یعنی قبر اونها رو در واقع حفاری بکنه اونها رو از درون قبر حالا اون خاک یا چیزی که ازشون بر جای مونده رو بخواد بیرون بیاره و در واقع اون محتویات اون قبر رو حالا جابجا بکنه یا با خودش ببره این دیگه اوج در حقیقت کین ورزی رو میرسونه و اوج حقد رو میرسونه اصلا حتی مغول ها از حتی زمانی که مغول ها و تاتار ها به سرزمین اسلامی حمله کردند زمانی که حملات صلیبی در واقع بر علیه سرزمین های اسلامی رخ داد و در واقع ما حملات زیادی رو بر علیه حالا مسلمان ها و سرزمین های اسلامی شاهد بودیم اقوامی که اومدن و توحش اونها و آدم کشی اونها و خونریزی که داشتن و جنایت هایی که انجام دادن اصلا تو تاریخ معروفه حتی زمانی که حالا اون ژنرال فرانسوی میاد تو شام تو سوریه و به قبر صلاح الدین رحم الله میرسه فاتح قدس یه لگدی به قبر صلاح میزنه و میگه که ما دوباره اومدیم صلاح ما برگشتیم دوباره زمینه برای ما فراهم شد تا این که ما برگردیم حتی اونها هم این اجازه رو و این جرأت رو به خودشون ندادند که بخوان نبش قبر بکنن یا قبرها رو در واقع مرده ها رو از سو قبرها بیرون بیارن و اینکه که بخوان کینه خودشون رو در واقع روی مرده ها خالی کنن اما متاسفانه شبه نظامیان صفوی و فکر صفویت و فکر رافضیت و این فکر در واقع افرادگرای تکفیری که به نام اهل بیت و به نام این بزرگان داره منتشر میشه و آخوندها ها تمام این چیزها رو در واقع نسبت میدن به اهل بیت نسبت میدن به این بزرگواران یعنی با این اعمال و با این کارها متاسفانه چهره بسیار زشت و از اهل بیت نشون داده شده اصلا اهل بیت دارن به گونه خیلی زشت معرفی میشن آیا اهل بیت کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این گونه بودن این گونه تشنه به خون مردم بودن تشنه به خون بقیه بودن این گونه تکفیر میکردن مردم و این گونه با حقد و کینه رفتار میکردن یا اینکه دیگران را پیروان خودشون را مردم را سایر مسلمان ها را به حقد و کینه و دشمنی دعوت میکردن اصلا سابقه نداره این بدور است از این بزرگواران حتی در حالا تاریخ صفویت ایزان بیننده شما شاید واژه پدر سوخته را حالا در واقع گل به رویتون شنیده باشید همتون که میارن پدر تو در میارم پدر سوخته این حتی در منابع تاریخی اومده که این واژه پدر سوخته در زمان صفویت در واقع مد شده و سر زبان ها افتاده و بر اساس حقد و کینه ای که اونها داشتند و حتی به مرده های درون قبرها هم رحم نمیکردن حتی مرده ها رو یعنی اهل سنتی که مدفون بودند در واقع و دفن شده بودند توی قبر بودن قبرهای اونها رو نبش می کردن به ویژه بزرگان به ویژه شخصیت ها که حتی گفته میشه جامی را مثلا از قبرش بیرون نبش قبر کردن یا ابو نعیم اصفهانی که از علمای معروف امت اسلامی و اهل سنت و جماعت ایشون رو نبش قبر کردن نبش قبر میکردن جسدها ها رو یعنی استخوان رو آتش می زدن یا هر چه در اون قبر بود حالا بر مونده بود در واقع اون آتش می زدن. یعنی تا این حد توهوش و تا این حد در واقع کینه توزی و حق